با درود به شما همراهان و همیاران پرژین اوردز. من مونا رجبی با مجموعه برنامه های جوایز فارسی پرژین اوردز در خدمت شما هستم در بخش گفتگو با هنرمندان. و اما مهمان امروز ما جناب آقای دامون بهراد، متولد اردیبهشت سال 1361 در تهران، بازیگر سینما و تئاتر و فیلمساز هستند. دامون جان سلام، ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم. سلام، عرض ادب دارم خدمت تمامی مخاطبین و همه عوامل پرژن آوارد. از اینکه فرصت رو در اختیار من گذاشتین از شما ممنونم. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. میدونم که برنامه های وقتمون به هم نمیخوره و الان در واقع نیمه شب شما هست و بسیار ممنون که این وقت رو در اختیار برنامه قرار دادیم. خب دامون جان، خودتون رو معرفی کنین به بینندگان ما، از خودتون بگین. خدمت شما که من همونجور که شما گفتیم متولد 61م و 18 سالم بود که اگر بگم چجوری با وارد سینما شدم، یه آگهی خوندم توی روزنامه زده بود ابوالفضل پورعرب واسه یه فیلم 20 میلیون پول گرفت. واقعیتش اولش من به خاطر پولش اومدم وارد سینما شدم. تو اون سن خب خیلی خوشم میومد، میگفتم خب عجب، به خاطر یه ماه دو ماه 20 میلیون پول گرفته. وقتی وارد شدم و اومدم به صورت آکادمی کار کردم هنرستان، اول رفتم هنرستان سوره، اونجا تئاتر خوندم، بعد سینما رو، کارگردانی و بازیگری سینما رو توی دانشگاه سور ادامه دادم. دیدم که نه، اصلا صحبتش رداست، یه چیز دیگه است. واقعا وقتی ما تاثیرپذیری و تاثیرگذاری روی مخاطب، این انرژی که در حرکت بین مخاطب و بازیگر، حالا چه در تئاتر یک جوری، در سینما جور دیگر، خیلی لذت بخشه، خیلی با اشتیاق، با ذوق و خیلی با عشق دنبال کردن این کار. خب شما خیلی از سوال من جواب دادین. سوالی که الان برای من پیش میاد، دوست داشتم که بینندگانمون بیشتر با خودتون آشنا میشدن، حالا برمیگردیم به اینجا و صحبت میکنیم. الان بحثه خیلی جذابی رو عنوان کردید، اینی که خب شما توی یه روزنامه دیدین در سن پایین و در واقع درآمد شما رو جذب کرد. درآمد آنچنانی گرفتی تو سینما؟ نه، من با باعث تک کارهایی که بازی کردم پول گرفتم، ولی نه اون پولی که اونجا پور عرب گرفته بود، ولی اصلا اونو فراموش کردم. اصلا عشق ما رو یه کاری کرد که اصلا دنبال یه چیز دیگه بودیم، واقعا دنبال اون احساس خوبه بودیم، انرژی درگردش و اینکه بتونیم روی مخاطب تأثیر بذاریم خیلی جذاب بود برای من. در کنارش من دیدم که توی خب فیلمنامه نویسی هم دیدم که خب استعداد دارم و فیلمنامه هم نوشتم. اولین فیلمنامه‌ای که من نوشتم فیلمنامه کوتاه قلاب ماهیگیری بود. کاوه صباح‌زاده و حمید گودرزی به صورت مشترک کارگردانی کردن، خودم نقش اصلیشو بازی کردم و باز خودم هم بازیگردانی کردم، یعنی اون فیلم رو. بعد البته حالا من اگر اجازه بدیم توضیح بدم در رابطه با فیلم نام نویسی، یک جوریه که من بعدش که اون فیلم رو دیدم، خودم دیدم اصلا اون چیزی نبود که من میخواستم و اون چیزی نبود که من نوشته بودم. این در واقع وارد فیلمنامه نویس وقتی می نویسه، چون فیلمساز که می سازه وارد فیلتر ذهنی فیلمساز میشه و از اونجا به تصویر کشیده میشه. نه اینکه کلیت قصه فرق کرده بود، نه اینجوری نبود، ولی اگر اون فیلمو من خودم می ساختم یه جور دیگری، یه تأثیر دیگری داشت در تماشاگر. ولی خب از این بابت ها، این که پشت سر هم اون سالها کار کردم تا سال 85، بازیگری رو هم کارگردانی که البته بعدها انجام دادم، ولی خب
به صورت فرسون، یعنی به صورت سال 78 من فعالیت هنریمو شروع کردم تا سال 1385، 8 سال. دامون جان اول شروع کردی به کار بعد رفتی تحصیلاتتو شروع کردی، یا یعنی که چه کار کردی؟ من میخوام ببینم که نه من از هم ببخشید از همون اولش اجازه لحظه بله. چون وارد شدن به سینمای ایران کار راحتی نیست، و اینی که شما فرمودین که خب یه پسر 18 ساله بودین که توی روزنامه رو دیدین و تصمیم گرفتین که این کار رو بکنین، همون حالا میخوام بدونم که چجوری، یعنی اول وارد کار شدید بعد تحصیل کردین، یا تحصیل کردین از طریق اینی که تحصیلات آکادمی داشتید وارد سینما شدین، آیا آشنایی داشتین و برای ما بذاره در این رابطه؟ نه اولین بار من اولین فیلم سینمایی که من توش حضور داشتم و سیاهی لشکر بودم. درسته؟ وارد کار شدم بعدش اسم فیلم فکر کنم فیلم آقای محسنی نسب بود، اسمش دقیقا یادم نیست، ولی تو اون فیلم من سیاهی لشکر بودم و اولین بار دیدم که بله فیلم بردار کجا وای میسته، بازیگر چی کار میکنه، پشت صحنه چجوری اصلا چیکارا میکنن. بعد از طریق یکی از دوستانم اونجا معرفی شدم به یک تئاتری، تو تئاتر بازی کردم، از طریق تئاتر من انتخاب شدم برای نقش فیلم سهراب و نقش عیسی انتخاب شدم. در کنار اونم ما وارد حوزه هنری شدم، یعنی هنرستان سوره شدم از سال 1978. به صورت همزمان هم کار کردین هم تحصیلاتتون رو شروع کردین؟ بله بله. بسیار عالی. برخورد خانواده چطور بود همون جان در این زمینه؟ چون خیلی بد بود. آره. تو بودتون یا مهندس؟ آره دیگه، البته من پدرم خودش وکیل دادگستری بودن، البته الان خود شدن، خدا تمام پدر مادرها رو مورد آموزش قرار بده و اونایی که زنده هستن انشالله که سلامت باشن. پدرم فوت شد، ولی تا اون موقعی که من 2 سال میرفتم دانشگاه هنر، پدرم فکر میکرد که من حقوق میخونم و اینجوری بود که شرایطم، یعنی اجازه نمیدادن که من برم کار کنم و بازی کنم و ادامه بدم کارو. دیگه با بدبختی راضیشون کردم. خدا بیامرز پدر و روحشون شاد باشه و سایه مامان باشه. خب ما هم ساپورت یعنی اصلا نداشتیم؟ مادرم هم اینطور مادر؟ نه نه من دیگه خودم هم کار کردم، هم هزینه دانشگاهمو دادم تا اینکه بالاخره به یه جایی برسه دیگه. ساپورت منظورم بیشتر از لحاظ اینه که مثلا مشوقی داشته باشیم به هر حال توی فامیل، نه هیچ مشوقی نه من توی سینما داشتم نه توی در واقع همین پدر و مادرم بودن و هیچ راهنمایی نداشتم. من کسی بود که بگه وارد سینما میشی یه سری اخلاقهای پشت صحنه داریم ما که باید اونا رو رعایت کنیم. خب من نمیدونستم. شما الان ببینید وارد، مثلا شما بگید من الان میرم خونه یکی از دوستانم مهمونی، مثلا در که باز میکنن میگن خانم لطفا اونجا دمپایی هست، دمپایی بپوشید. سینما همینجوری، شما الان مثلا قانون خودشو داره دیگه، یه سری اخلاقهای پشت صحنه داره که ما باید فقط چشم بگیم. از این بابت خب من نمیدونستم، اشتباهات زیادی کردم و به خاطر همین مسئله بود که من سال 85 واقعا که خسته شده بودم دیگه، هم با خودم و هم با سینما قهر کردم و این وقفه 15 ساله‌ای که در من به وجود اومد به خاطر همین مسئله بود و ول کرده بودم، ولی دیدم که واقعا نمیشه ول کرد. که از پارسال دوباره شروع کردم به کار. بله حالا در خدمت هستم. خودتون چطور بود به سینما بعد از 15 ساله تو تونستید راحت برگردید به سینما؟ میدونی چیه عشق دیگه؟ عشق به کار یه چیزیه که اصلا تمومی نداره، بی نهایته. درسته. اصلا
اون تهی نداره که شما بگید یه تهی داره بری برسی، هر چقدر میری زیباتر و جذابتره، هر چقدر نمیری هم باز دلتنگیش باقی میمونه. الان من برای دقیقا نمیری افسردگیه، هنوز هم چیزی نتونسته جای این شغل رو بگیره واقعا. خب الان در چه زمینه‌ای فعالیت میکنید از پارسال که برگشتید به کار؟ خدمتتون عرض کنم که ما یک فیلم سینمایی هست که کارگردانش رضا آقایی عزیزم کارگردان فیلم عینک بوده قبلا، و فیلم عینک در 25 تا کشور دنیا اکران شده و جایزه‌های خیلی خوبی هم گرفته، فیلم خیلی خوبی هم هست. ایشون از فیلمسازهای درجه یکی هستن که به اضافه، یعنی ایشون و چند نفر دیگه که واقعا سینما رو نجات دادن، جزو آدمایی بودن که تو این 10 سال اخیر باعث نجات سینمای ایران شدن. یک فیلم سینمایی میخوام بسازم به اسم معلم که حالا ما در قرار است که باشون همکاری داشته باشیم، و اگر اجازه بدید که این چون یعنی کامل بشه و فیلم اوکی بشه بیاد بیرون، بعد چون من الان سریالی دارم که بازی کردم سال 85 از شبکه 5 و هنوز که هنوز پخش نشده و امیدوارم که پخشم بشه. حالا چون بالاخره اون موقع پولدار بودن شبکه 5، کل شبکه ها پولدار بودن، ولی الان یه مقدار وضعیت مالی و تولید یه مقدار سخت شده، به خاطر همین تولیدات قبلشونو دارن پخش میکنن با سانسور و رعایت اون استانداردهایی که دارن، و امیدوارم که سریال هم پخش بشه از شبکه 5، چون یک سریال دیگه بود که باز اونم پخش شد، اونم مثل همین سریال بود. خیلی خوشحال شدم وقتی اون اتفاق افتاد، گفتم شانس پخش سریال کلانتری 99 هست که مخاطبا جنبه طنز بازی منو، یعنی ابعاد طنز بازی من هم ببینم. به نکته خیلی جالبی اشاره کردی، اولا که امیدوارم که این اتفاق بیفته و این فیلم شما اور سریال شما پخش بشه، ولی به نکته جالبی اشاره کردین. توی سینمای ایران معمولا هنرپیشه ها توی شخصیتشون بلوکه میشن، یعنی مثلا اگر یکی بازی میکنه و توی نقش عصبی خوب بازی میکنه دیگه معمولا تمام نقشه دیگهش میشه عصبی، یا کارگردان تمام نقشه عصبی رو به اون آدم میدن که میتونن که مثلا این توجه نظرتون چیه در این حالتون؟ بله دقیقا همین جوریه، متاسفانه همینه دیگه، مشکل ما همینه که مردم به یه چیزی عادت میکنن خوششون میاد دیگه ورکن نیستن، و این باعث میشه که ما هی تکرار بشیم در یک محدودهی تکرار بشیم انقدری که دیگه خودشون خسته میشن. این هست که ببینیم اجازه بدیم به بازی جان بفهم باید اجازه بدیم به بازیگرها، اجازه بدیم میدون بدیم که خود مثلا خودشونو در نقش‌های مختلف هم امتحان کنن، ببینن که اونجا، چون اگر اعتماد نباشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اعتماد کارگردان هاست، یعنی من چیزم دغدغم اینه که سینما ایران باید خودمون ببینیم که از تغییر بدمون نمیاد. وقتی ما از تغییر بدمون بیاد خب محکوم به تکرار هست. درست. ما این مسئله رو با خودمون حل کنیم، سینماگرها حل کنن. درسته. به همین مسئله رو داشتم اشاره میکردم که البته این در واقع به مردم ربطی نداره، چون به سینماگرها ربط داره، چون اونا به هر حال میاد بیرون رو میبینن و نقشی در ساختش نداره. ولی نه ببینی ببخشید مونه جان، به مردم به مخاطب هم ربط داره ها، نمیگم چون سینمای ما الان یک جوری شده فیلم نفروشه
سرمایه گذار از اول میگه که من این کار رو نمیخوام. درست. بنابراین کارگردان ها مجبورن فیلمنامه هایی رو بنویسن یا فیلمنامه هایی رو انتخاب کنند که بفروشه. و همین مسئله هست توی سینما ایران. مثلا میبینیم ما یه ژانرهایی داریم، ژانرهای جدید، مثلا کمدی داره توش، اکشن داره، اجتماعی داره، درام داره، مثلا 5-6 تا چیز توشه و این استاندارد جهانی نیست. چرا؟ چون مخاطبمون اینجوریه، چون مخاطب میخواد. سرمایه گذار از این ورداره فشار میاره، میگه خب من نمیدم پول، وقتی نفروشه نمیدم، مجبورن که این کارو هی تکرار کنن. درسته. بنابراین از جنبه هنری کار در واقع کاسته میشه و برای بیزینسی تقریبا میشه گفتش که پیدا کرده. دقیقا همینجور. از طرف هم میشه گفتش که یه جورایی به هر حال این هم منطقی هست، برای اینکه به هر حال اون کسی هم که سرمایه میذاره مسلما میخواد که سرمایهش برگرده و یه توی یه اینجا بهش میگن کچ 22، توی یک دایره گیر میکنه که رو هم دیگه همه تاثیر میذاره. دقیقا همینه. و ببینید ما الان سینما ایران در 10 سال اخیر پیشرفت‌های بسیاری کرده. ما قبلا اهالی سینما در یعنی دهه 20 سال پیش، اهالی سینما و کارگردان ها آرزوشون این بود که آقا فیلمی که میسازن بره تو جشنواره ها، یا اینکه جهانی شدن سینما ایران همیشه آرزوی ما هست. و از این بابته که این اتفاق البته توسط آقای فرهادی و هیئت انتخابه، از آقای فرهادی مهمتر هیئت انتخاب فیلم آقای فرهادی بود که جدای نادر از سیمین رو اون روز انتخاب کردن. من ازشون واقعا تشکر میکنم و دست تک تکشون رو میبوسم، چون اون انتخاب خیلی مهمتر بود و از اون بابت هم خیلی خوب، حالم خوب بود از اون روز که این اتفاق افتاد. و همینطور میدونید به خاطر پیشرفت اینترنت، زیاد شدن جمعیت ایران، آموزش‌های گسترده، دانشگاه‌هایی که در این شاخه ها بیشتر شده، دانشگاه‌های هنر و همه به راحتی میتونن فیلم بسازن، دوربین ها پیشرفت کرده، ما با موبایل میتونیم به راحتی الان فیلم بسازیم، ولی قبلا اینا نبود. همه اینا جمع شد، دست به دست هم داد که بتونیم ما در 10 سالی که اتفاق افتاد در واقع فیلم هایی ساخته بشه که در تاریخ سینما ایران بی نظیر بوده. اصلا ما اصلا فیلم سازایی داریم که الان در دنیا حرف اول میزنن. الان جشنواره فیلم کوتاه تهران جهانی شد، ببخشید جشنواره فیلم کوتاه تهران با جد شرایط اسکار شد جدیدن. پارسال یه اتفاقی افتاد بعد از همون، چون آقای میدونیم دیگه، آقای فرهادی دو تا فرصت گل داشت، جفتش هم گل کرد و گفتش که مردم ایران مردم جنگ طلبی نیستن و سینمای ایران هم اجازه بدید که دیده بشه. از این بابت که مردم ایران جنگ طلب نیستن، خب ما رو همه جا تروریست میدونن. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود و این آروم آروم شکل میگیره در ذهن مخاطب. تا اینکه من پارسال دیدم جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش خارجیش 5000 تا از سراسر دنیا فیلم کوتاه فرستاده بودن و این اتفاق بسیار بزرگه. تا حالا همچین رقمی نبوده، فیلم ها همیشه زیر 200 تا بوده، یهو 5000 تا اصلا خیلیه. خب این آروم آروم اتفاق افتاده، آروم آروم ما حرکت کردیم، قدم به قدم حرکت کردیم، رفتیم رو به جلو پیشرفتمون و از این بابت خیلی خوشحالم این اتفاق که داریم و ما باید اینو حفظ کنیم. میدونید همین راهی که ما داریم میریم رو باید حفظ کنیم، خیلی با اقتدار بریم جلو، خیلی حساب شده. این نیست که بگیم آقا آره دیگه اوکیه دیگه شدیم تموم شد، نه این نیست، تازه شروع راهه. باید اجازه بدیم که سانسورها به همون صورت قبل قرار داشته باشه. من چند وقت پیش یه نامه نوشتم برای
در واقع رئیس سازمان صوت و تصویر آقای سید محمد صادقیان که ببینن در رابطه با سریال زخم کاری رو توقیف کرده بودن. به خاطر همین خب همین چیزایی که ما در سینما الان 10 سال اجازه دادن پخش بشه این چیزا، حالا بیان دوباره برگردیم سر اون داستان اول، این اتفاقا درست همین الان تأثیر نمیذاره، ولی بعدها دوباره ما دوباره همون آش و همون کاسه میشه اتفاقی که قرار بیفته. از شما به نظرتون برای این راه پیشرفت سینمایی که صورت گرفته ادامه پیدا بکنه، یکی از سانسور میبینید؟ یعنی عدم سانسور؟ نه فعلا ببینید، صرفا خود سانسور نیست، صرفا این یکی از شاخه هاشه که ما خب به یه توافقاتی رسیدن آقایون وزارت ارشاد واقعا لطف کردن این دفعه. سالها بود که یعنی واقعا آقای روحانی اینجا یه گلی رو زد، سالها ما فیلمهای توقیفی داشتیم، اونا آزاد شدن، یه مقدار سینما ایران بازتر شد. در این حال که آقای فرهادی و بقیه دوستانی که در واقع بگید فیلم کارگردان همایون غنی‌زاده، نمیدونم خود رضا آقایی، علی ابدالی، اینا کارگردانایی بودن که از این طریق فیلماشون رو ساختن، در دنیا اکران شد و همه دیده شدیم و از این بابت خیلی اتفاق بزرگی داره برای سینما ایران میفته. باید اینو حفظ کنیم، اینو ما با همدلی میتونیم حفظ کنیم، انشالله که اینجوری بشه. امیدوارم. دیگه چه فرمودید که شاید این عدم سانسور و این باز شدن سینما ایران یکی از چیزها میتونه باشه، چه چیزهایی رو میبینید در این رابطه که چه کم و کاستی هایی رو میبینید، چه موانعی رو میبینید در مقابل پیشرفت این سینما و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید در این رابطه؟ ببینید، یکی دیگه از مسائل مهمی که واقعا من آزار میده این است که الان قیمتها به صورت خیلی افتضاحی بالاست در سینما و تولید فیلم ها. ببینید اولا که اینقدر قیمتها بالاست، پارسال فیلیمو و نماوا، البته ازشون تشکر میکنم، این پلتفرمایی که جدیدن اومدن سریال ساختن و مردم واقعا تو این کرونا همشون هم سینما رفت، اهالی سینما رفتن سر کار، هم مردم تونستن فیلم های خوب و با کیفیتی ببینن، سریال های خوب و با کیفیت البته. ولی خب یک اشتباهی که رخ داده بین اینا میدونید ناخواسته بوده، اونم این بوده که البته کار زیاد شده، عوامل سینما تمام دستمزدها رو بردن بالا، خیلی دستمزدها بالا رفته بالا و وقتی دستمزدها بره بالا ناخودآگاه الان تهی سرمایه گذاری نمیاد در سینمایی برای ما سرمایه گذاری کنه. الان تعداد مجوزهایی که از اول امسال تا الان برای سینما صادر شده، فیلم‌های سینمایی، دقیقاً 1/3 پارساله. بهتون بگم که این و فاجعه است. اگه اینجوری بشه، خب اگر قراره که آقای مهدویان فقط بیاد سریال بسازه، نمیدونم اون یکی بیاد فقط سریال بسازه، پس فیلم‌های سینمایی رو چجوری باید بسازن؟ چند که سریال قبول نمی‌کنه. درسته. دستمزد رفته بالا و این اتفاق خیلی بدیه، باز جلوشو بگیرن. حالا من نمیدونم چجوری، ولی خب خود سینماگرا میدونن دستمزدشون رو بیارن پایین. بعد اجاره های دوربین بسیار رفته بالا، اصلا شدیدن رفته بالا، الان عوامل سرکار اصلا پیدا نمیشه. ما یک مسئول دوربین میخواستیم بگیریم اصلا نیست، 2 ماه سرکاره. حالا خدا رو هم شکر، من نمیگم ایشالا که همهشون همیشه سر کار باشن. جانم بفهم. به یه نکته‌ای که اشاره کردید این بودش که خب توی سینما و اتفاقاتی که میفته و اینی که در واقع سینما ایران راه نداشت به بالا و قدردانی کردید از
هیئت داوری که فیلم آقای فرهادی رو قبول کردن. همونطور که میدونید پرشین اواردز مجموعه‌ای هستش که یکی از خواصی که داره، خب اولا که مجموعه‌ای هستش در مثل میتونم بگم در واقع اولین و تنها جوایز فارسی مستقلی هستش که برای ایرانی ها داره اتفاق میفته که در سراسر دنیا میتونن ازش شرکت کنن. یعنی این که مثلا در مال تهران شاید فقط محدود به مثلا هنرپیشه داخل ایران باشه مگر در بخش خارجی، و این رو برمیداره. یکی دیگه از خصوصیات بارزی که پرشین اواردز داره، همونطوری که قبلا ما هم صحبت کردیم، اینه که فرصت برابر ایجاد میکنه برای همه کسایی که میخوان در این زمینه شرکت کنن در همه دنیا. و این فرصت برابر یعنی اینی که سینما محدود نمیشه یا این جوایز محدود نمیشه به اینی که حتما باید فلان هنرپیشه معروف توش باشه، حتما باید فلان کارگردان معروف این کارو کرده باشه، و اینی که ممکنه خیلی از استعدادایی داشته باشیم، به خصوص در دوران این دوره از زمان که خب همیشه همونطوری که فرمودین آنلاین هستش. یعنی دیگه ما در واقع به یک شبکه تلویزیونی احتیاج نداریم. من زمانی که از ایران اومدم بیرون و اینجا نمیتونستم کار کنم، به تعدادی از همکارانم میگفتم خب مثلا بیاییم با هم دیگه کار بکنیم. و یکی از چلنجای این بود که خب شبکه تلویزیونی لازم داریم، کجا پخش بشه، چجوری باشه. الان در واقع این موانع برداشته شده از جلوی همه کسایی که میخوان کار بکنن، و هر کسی میتونه به قول شما با دوربین تلفن خودش و آنلاین کارش رو ارائه بده، و این خب خیلی کمک بزرگیه. ولی در رابطه با جوایز و مثلا وارد شدن به جشنواره کن، اسکار یا حتی جشنواره تهران یا هر چیز اینجوری، معمولا یه سری محدودیت های وجود داره که خب چه کسایی میتونن شرکت کنن. و پرشین اواردز یکی از مشخصه هاش اینه که و قصدش و خواستش اینه که این محدودیت ها رو برداره و این فرصت رو به همه بده. سو ممکنه یه کسی که یه جوان به قول شما 18 ساله ای که مثل شما زمانی که شروع کرده و استعداد نویسندگی داشته یا کارگردانی داشته یا هر چیز دیگه ای میتونه کارش رو ارائه بده. این اتفاق رو شما چجور میبینید؟ فکر میکنید چجوری میتونه به این مشکلاتی که شما عنوان کردید کمک بکنه؟ آیا اصلا کمک میکنه؟ بله بله، خدمت شما عرض کنم که اتفاق بسیار بزرگیه و از اینکه پرشین اوارد و اون خط فکری که ایجاد کرده و خیلی راحت اجازه داده که همه بتونن کاراشون رو نشون بدن. چون ما ببینید کم داشتیم یه همچین چیزی، سالها بوده که نبوده و خیلی کم بوده. ما فیلم سازانی داریم که رفتن هزار تا کلی جایزه گرفتن در سینما، ولی خب نمیتونن از یک رسانه‌ای صحبت بکنن در مورد کاراشون. از این بابت این اتفاق خیلی خوبیه که اجازه میدیم به تک تک، یعنی اصناف، فقط سینما نیست، حالا جاهای دیگه هم هست، دوستان دیگر در شاخه‌های دیگر، و این موجی که آروم آروم پرشین اوارد شروع کرده به حرکتش و هنوز الان هم که انانه، و بهتون چیز میدم، قول میدم که حرکت فکری انجام شده و تأثیر خودشو در حال گذاشتنه و گذاشته. از این بابت خیالتون راحت باشه. و میخوام تشکر بکنم واقعا از کسی که این کار شروع کرد و دوستانی که مثل شما دارن این کار رو به جلو میبرن. ممنون از شما. یه سوال دیگه ای که داشتم در رابطه با پرشین اواردز این بود که همونطور که میدونید توی قسمت پرشین اواردز دو قسمت، دو جور رأی وجود داره. یکی رأی مردمی هستش که مثل یک سری از برنامه هایی که شاید توی برنامه های غیر ایرانی هنوز وجود داشته باشه، این هم مردم رأی میدن که مثلا کدوم آهنگ رو دوست دارن یا کدوم فیلم رو برنده میدونن. و یک سری هم هستن که آکادمی، یک جایزه دیگه هم هستش که گروه آکادمی پرشین اواردز رأی میدن، که این گروه آکادمی یه سری از متخصصین در همون رشته هستن که خب حالا یک
پروسه انتخاب شدن و در واقع گزینه شدن یا الیجیبل شدن، واجد شرایط شدن برای اینکه جزء این آکادمی بشن و در واقع یک رأی تخصصی خواهد بود. این حالتی رو که فکر میکنید اینکه رأی مردمی وجود داره و رأی آکادمی وجود داره، فکر میکنید به این موضوعی که شما عنوان کردید که خب سینمای ایران الان یه مقدار مجبوره به زمینه اقتصادیش فکر بکنه و شاید کارهایی بده بیرون که از زمینه هنری شاید کاسته بشه و مجبور بشن جوری باشه که بیننده ها بپسندن یا سرمایه گذار بکنه، این رو تأثیرش رو چجوری در این زمینه میبینید؟ ببینید، این که پرژن آورد اجازه بده و یک فضایی رو ایجاد بکنه بسیار خوبه و تأثیرش رو میگذاره، یعنی اینجوری نیست که تأثیر نذاره. ولی این که من بخوام مثلا اولا اصلا از دیکته کردن و اینو بدم میاد که بگم من آقا من حرف بزنم چیزی بگم، مثلا هیچی نیستم در مقابل خانواده بزرگ مثل شماها، مثل سینمای ایران. ولی این که اصلا نیازی نیست که، چون پرژن آورد کارشو کرده و شروع کرده، اصلا تأثیرش رو هم داره میذاره، نگران این نباشید و مطمئن باشید، به آینده ایمان داشته باشید و به اتفاقهای خوبی که قراره برای هممون بیفته. من از خداوند سپاسگزارم، از شما ممنونم، از همتون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. متشکرم از شما که شرکت کردید با ما بودید. آیا نکته دیگه‌ای هستش که دوست داشته باشین خودتون عنوان کنین؟ خدمت شما عرض کنم که نکته دیگه ای نیست واقعا، چون همه حرفا رو گفتم. ولی یه چیزی رو بگم، ما الان بازیگرهایی داریم، من یعنی یه خاصه ای از دستیار کارگردانای عزیزم دارم، دوستان همکارانمون، چون همشون هم دوستامونن نمیتونم اسم ببرم، ولی ما بازیگرهایی داریم که الان شرایط مالیشون به قدری افتضاح و خیلی در حالت بدی به سر میبرن و از گفتنش اصلا خوب نیست، ولی حواسشون به اونا باشه، یا اشخاص مثلا اونایی که سناشون بالاست، مثلا 60-70 سالشه، مثلا 30 ساله بازی کرده، الان کار بهش نمیدن. نه اینکه بگم ممنول کار باشه، نه اسم شخصی رو نمیخوام نام ببرم، فقط میخوام بگم که حواسمون به اونایی که در واقع بازی کردن، کار کردن و ما یاد گرفتیم از اونا، حواسمون به اونا باشه لطفا. همین، ممنونم ازت. شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من فکر میکنم هنرمندا تقریبا میتونم بگم در اکثر نقاط دنیا و در تمام دوران ها فکر میکنم این حالت بوده، یعنی یک شغلیه که توی یک دوره ای از زمان شاید خیلی رو بورس باشی و کار داشته باشی و بعدش متاسفانه هیچ اینشورنسی، هیچ بیمه‌ای، هیچ تضمین کاری، یعنی وقتی که از اون چیز میفته. و واقعا اینو درست میگین دوستان عزیزی که به هر حال واقعا حرفشون این هست و تمام زندگیشون رو روی این گذاشتن، همینطور که میفرمایین خیلی زجر میکشن و صدمه میخورن از این اتفاق. ممنون از پیشنهادی که دادیم و از خواسته‌ای که داشتیم. ممنون از شما که با ما بودیم. خیلی خوشحالم که در کنار خودمون داشتمتون و ایشالله که توی قسمت‌های دیگه پرژن اوردز هم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. ممنونم از شما، از اینکه این فرصت رو برای من ایجاد کردید، از اینکه من رو انتخاب کردید، از شما و تک تک عوامل پرژن آورد. و آرزوی بهترین ها دارم برای تمام مخاطبین، تمام مردم. سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر. بینندگان عزیز، از اینکه با ما بودین از شما تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، مانا باشید.